نامه 45 نماینده پارلمان عراق برای تأمین حفاظت لیبرتی و رفع محاصره ضد انسانی. خطاب به دبیر کل ملل متحد، وزیر خارجه آمریکا، کمیسر عالی پناهندگان، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نایب رئیس پارلمان اروپا و رئیس هیئت رابطه با عراق. خواسته فوری ما استقرار نیروهای حفاظت کلاهابی و یک تیم ثابت ناظران سازمان ملل در لیبرتی و بازگرداندن و تکمیل نصب تمامی تیوالهای حفاظتی است. ما همصدا با هزاران پارلمانتر همکارمان در سراسر جهان خواستار اعزام یک هیئت مستقل بین المللی برای انجام تحقیقات در مورد پرونده قتل عام در اشرف و آزادی 7 گروگان ربوده شده و همچنین کشف محل دفن 52 قربانی این قتل عام جنایتکاران هستیم. نامه 45 پارلمانتر عراقی به دبیر کل ملل متحد. آقای بانکیمون، ما همصدا با هزاران تن از همکارانمان در سراسر جهان و بر اساس تعهدات وجدانی و انسانی و اخلاقیمان در اعتراض به هر گونه نقض حقوق بشر و حقوق پناهندگان و برای ممانعت از خدشه‌دار شدن وجهه بین المللی عراق در سطح بین المللی خواستار مداخله فوری شما جهت بهبود شرایط در این کمپ هستیم. این پناهندگان که اعضای اصلی ترین اپوزیسیون رژیم ایران هستند، بیش از پیش در معرض حملات خونین و انتقام جویانه‌ای قرار دارند که طراح و هدایت کننده اصلی آن رژیم ایران و نیروی تروریستی قدس است که تاکنون نیز از بکارگیری تمامی امکاناتش در عراق برای نابودی فیزیکی این پناهندگان ابایی نداشته است و آخرین مورد آن نیز حمله موشکی 26 دسامبر 2013 بود که موجب قتل 4 پناهنده و جراحت و نقض عضو 10 تن دیگر شد. مشکلات ساکنان تنها به کارشکنی در مورد نیازهای حفاظتی محدود نمی شود. آزار و اذیت‌های آمدانه از سوی افسران نیروهای امنیتی عراقی مستقر در کمپ افزایش یافته است. نیروهای عراقی مستمرن و به بهانه‌های واهی بر سر راه ورود خودروهای حامل مواد غذایی و اولیه ترین مایحتاج ساکنان به داخل کمپ کارشکنی می کنند. کما اینکه ساکنان از کمبود یک مرکز درمانی مجهز که پاسخگوی تمامی نیازهای پزشکی آنان باشد محروم هستند و ترددهایشان به بیمارستانهای بغداد نیز به طور روزانه با کارشکنی و دخالت‌های غیرحرفه‌ای آزاردهنده از سوی مأموران امنیتی روبروست و عملاً آن را به موضوعی جهت شکنجه روانی این پناهندگان تبدیل کرده است. ما ضمن ابراز نگرانی عمیق از استمرار این وضعیت در لیبرتی بار دیگر و مصرانه از شما می‌خواهیم که اقدامات مقتضی را جهت بهبود ریشه‌ای شرایط کمپ به عمل بیاورید. از جمله استقرار نیروهای حفاظت کلاه آبی و یک تیم ثابت از مانیتورهای ملل متحد در داخل کمپ، بازگرداندن و تکمیل نصب تمامی تیوالهای حفاظتی که از کمپ بیرون برده شده بودند، برطرف کردن هر گونه ممانعت و محدودیت در انجام امور لوجستیکی و به ویژه خدمات پزشکی به کمپ و اعزام یک هیئت مستقل بین المللی برای انجام تحقیقات در مورد پرونده قتل عام صورت گرفته در اشرف در اول سپتامبر 2013 و آزادی 7 گروگان ربوده شده در آن جنایت و همچنین کشف محل دفن 52 قربانی این قتل عام. رونوشت جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، آنتونیو گوترز، کمیسر عالی پناهندگان ملل متحد، ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد، جفری فلتمن، معاون سیاسی دبیر کل ملل متحد،
کاترین اشتون نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجه، آلخو ویدال کوادراس نایب رئیس پارلمان اروپا، استران استیونسون رئیس هیئت رابطه با عراق در پارلمان اروپا. امضا کنندگان عبارتند از طلال از زوبعی، خانم لقا مهدی وردی، ابراهیم المطلک، حیدر الملا، فلاح حسن زیدان، حمزه الگرتانی، خانم دکتر ندا عجبوری، حامد المطلک، خانم ایمان موسا، یاسین المطلک، رد عواد الدهلکی، عبدالله حسن عجبوری، خانم ناهده الدائینی، سامر عبدالحمزه، یاسین ابراهیم العبیدی، خانم سریا نجم، محمد عثمان الخالدی، آشور حامد الکربولی، دکتر جمال الگیلانی، علا مکی، مظهر الجنابی، خانم دکتر وحدت الجمیلی، عبد زیاب العجیلی، شیخ اورانس متعب، عجیل حمیدی علیاور، فارس السنجری، احمد محمد همدان عجبوری، خالد عبدالله الالوانی، ولید عبود المحمدی، متشر حسین السامرائی، سلیم عبدالله عجبوری، حسن خزیر شویرد، طلال حسین الزوبعی، خانم فائزه العبیدی، سالم دلی حمد، فلاح النقیب، حسین شعلان، اسماعیل قاضی، کریمه داوود، خانم دکتر عتاب الدوری، حمید جسام الزبعی، دکتر احمد المساری، زیاد طارق احمد زرب، خانم عفاف عبدالرزاق، احمد الجبوری. اصوات عراق 45 نماینده پارلمان عراق با ارسال نامه‌ای به دبیر کل ملل متحد ضمن برشمردن موارد از سوی دولت عراق تاکید کردند پناهندگان مستقر در کمپ لیبرتی که اعضای اصلی ترین اپوزیسیون رژیم ایران می باشند بیش از پیش در معرض حملات خونین و انتقام جویانه ای هستند که طراح و هدایت کننده اصلی آن رژیم ایران و نیروی تروریستی قدس است. ما همصدا با هزاران پارلمانتر همکارمان در سراسر جهان و برای ممانعت از خدشه‌دار شدن وجهه بین المللی عراق در سطح بین المللی خواستار مداخله فوری شما هستیم. استقرار نیروهای حفاظت کلاهابی و یک تیم ثابت از ناظران ملل متحد در داخل کمپ، بازگرداندن و تکمیل نصب تمامی تیوالهای حفاظتی، برطرف کردن هر گونه ممانعت و محدودیت در انجام امور لوجستیکی و به ویژه خدمات پزشکی و اعزام یک هیئت مستقل بین المللی برای انجام تحقیقات در مورد پرونده قتل عام در اشرف و آزادی 7 گروگان ربوده شده و همچنین کشف محل دفن 52 قربانی این قتل عام خواسته ماست.